لحظه ورود وزرا به وزارت خونه ها و آغاز رسمی کارشون و فیلم های مربوط به این اتفاقات. همونجور که میدونید بعد از رأی اعتمادی که داده شد به تمام لیست وزرای پیشنهادی و الان هر یک از وزیران میتونن در وزارت خونه های مربوطشون کارشون رو آغاز کنن، فیلم های مختلف و مربوطی نسبت به این وزارت خونه از لحظه ورود وزرا بیرون اومده که تو این ویدیو قصد داریم بهشون بپردازیم. در اول این کار و قبل از اینکه برسیم به تصاویر مربوط به هر یک از وزیرانی که قرار هست در وزارت خونه ها کار کنن و فیلم لحظه ورودشون، دکتر پزشکیان گفت اون چه که در دلم بود رو در مجلس گفتم، چون از روی کاغذ خیلی بلد نیستم صحبت کنم. همونجور که قبلا گفته شده بود، دکتر پزشکیان وقتی که از روی متن‌ها میخون اغلب با اشتباهاتی کلماتی بیان میشد که اینجور گواه میاد که خود دکتر پزشکیان ازش واقف هست. اما بعد از صحبت‌های دکتر پزشکیان به نظر میرسه که بعد از همون لحظه‌ای که مجلس رأی اعتماد داد، 5 وزیر پس از گرفتن رأی اعتمادشون توی محل کارشون حاضر شدن و کارشون رو به صورت رسمی آغاز کردن و وزیر آموزش و پرورش یکی از وزرایی بود که در وزارت خونه خودش ورود پیدا کرد و کارش رو رسما آغاز کرد. با هم دیگه فیلم های مربوط به این اتفاقات رو به صورت جداگانه در ادامه ویدیو خواهیم دید. وزیر اقتصاد هم همینجور و همچنین وزارت دفاع هم به نظر میرسه که وزیرش در وزارت خونه حضور پیدا کرده و کارش رو به صورت رسمی آغاز کرده. دکتر پزشکیان در ادامه صحبت ها گفت که خوشحال هستم که رئیس مجلس و نمایندگان مجلس به ما اعتماد کردن، امیدواریم که مردم رو سربلند کنیم. با ما همراه باشید تا تیکه های از این ورود در لحظات مربوط به وزارت خونه ها رو ببینیم. وزیر نیرو اولین وزیری بود که به محل کار رفت. چی که وزارت نیرو همیشه توی این ایام به خصوص تابستان باش درگیر هست، ناترازی برقه. ما یه مروری بر وضعیت تراز برق خواهیم داشت با کمک همکارا، گرچه خب من توی این مدت مطالعه‌ای داشتم برای اینکه بتونم در خصوص این موضوع با نمایندگان محترم صحبت بکنم، ولی برای تدقیق این اطلاعات لازم هست که نشستی با معاونین و مسئولین داشته باشم و به تدریج بقیه وزرا. پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی الان مهمترین اولویت ماست. ما تلاش میکنیم که انشالله در یه فضای آرام، امن، کم تقدقه مسائل و مشکلات مربوط به آغاز سال تحصیلی رو در واقع برطرف بکنیم. نقشه راه بازگشایی رو که جناب آقای دکتر صحرایی و دوستان خیلی زحمت کشیدن طراحی کردن، این نقشه رو انشالله به صورت کامل اجرا میکنیم. آقای صالحی وزیر جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این وزارتخونه همراه با قرائت فاتحه بر سر مزار شهید و گمنام این وزارت. اما جالب توجه هست که چه اتفاقاتی و چه آرایی داده شده. در اول این کار بخوایم برسیم به فرایند شمارش آرا برای وزرای پیشنهادی دولت 14، به نظر میرسه که امیرعزیز نصیرزاده با کسب 281 رأی برای وزارت دفاع بالاترین رأی تاریخ ایران رو از طرف مجلس گرفته و هیچ وزیری تا بدین لحظه نتونسته همچین رأی رو به خودش اختصاص بده و همچین آماری رو کسب کنه. این آمار بالاترین آماریه که یک وزیر تا بدین جای کار تونسته در طول تاریخ کسب کنه و امیرعزیز نصیرزاده تونسته این رکورد رو در اختیار خودش بگیره برای وزارت دفاع با مقبولیت فوق‌العاده بالا برای وزارت در وزارت دفاع. کسانی بودن که آمار پایین‌تری هم داشتن مثل محمد رضا ظفرقندی که 163 رأی گرفت و کمترین میزان رأی در وزرای پیشنهادی دولت 14 بود. اما نصیرزاده به نظر میرسه با مقبولیت بالایی از سمت نمایندگان مجلس روبرو شده و از روز اول هم به نظر میرسید که برنامه ها و صحبت هایی که با نمایندگان مجلس انجام داده تونسته اونا رو مجاب کنه که گزینه بسیار مطلوب و خوبی هست برای وزارت دفاع در
کارهایی که در آینده و برنامه‌هایی که در آینده ازش خواهیم دید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه رأی اعتماد دولت 14 با 231 رأی فرزانه صادق رو هم به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت 14 انتخاب کردن و تونست نام خودش رو به عنوان دومین وزیر زن از ابتدای انقلاب تا کنون در تاریخ ایران ثبت کنه، که خودش در نوع خودش جالب توجه به یک رکورد برای یک خانم هست که تونسته به وزارت یک وزارت خونه برسه، در خصوص وزارت راه و شهرسازی که به نظر میرسه در روزهایی که لیست منتشر شده بود شاید انتظارهای بیشتری از لیست کابینه میرفت که خانمهای بیشتری حضور پیدا کنن، اما با یک وزیر خانم دولت 14 آغاز به کار خواهد کرد. از جمله در حوزه فرهنگ و هنر توجه بکنیم به این تغییرات اجتماعی و روش‌های قدیمی و کلاسیک ممکنه برخیش یا بسیارش جواب نده، متناسب با این تغییرات راهبردها و روش‌های خودمون تنظیم کنیم. ساعت 18:20 دقیقه و حضور آقای مؤمنی در کسوت وزیر جدید کشور در محل ساختمان این وزارتخونه. امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در دفتر کار خود حاضر شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حضور دارن چه تصمیمی برای این اسامی میگیرن؟ امیر حسین رحیمی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری انتخاب شد و غلامرضا نوری به عنوان جهاد کشاورزی و وزارتی که ازش نام بردن منصوب شد. ستار هاشمی هم به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات، وزیر ارتباطاتی که همه از آذری جهرمی نام می‌بردن، اما طبق گفته‌های خودش توی چند روز گذشته چهره جوان و تازه ورود به این عرصه رو ما داریم توی صفحه مشاهده می‌کنیم. شخصی است بسیار جوان مثل خود آذری جهرمی در اوایل کارش و در ادامه هم عباس علی آبادی به عنوان وزیر نیرو معرفی شد و در انتها هم به نظر میرسه که این لیستی که الان جلوی شماست لیستی هست که تکمیل شده است. 19 وزارتخونه ما داریم که اسامی هر شخصی که مورد تایید دکتر پزشکیان بوده توی این لیست حضور داره و فقط یک خانم در این لیست حضور دارن، کسی نیست به جز سرکار خانم فرزانه صادق که به عنوان وزارت راه و شهرسازی مد نظر قرار گرفته. نامه ای هست که دکتر پزشکیان به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی امروز ارجاع داده تا در نهایت ببینیم که چه اشخاصی در این لیست میتونن اعتماد مجلس رو کسب کنن و ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. فیلم های مختلفی هم از صحن علنی مجلس امروز بیرون اومد که حالا در ویدیوی بعدی به صورت کامل واسطون بررسی های نهایی رو انجام خواهیم داد. خودش به دور از حاشیه نبود این لیست و گفته شد اشخاصی که بیشتر برای ما ناماشنا هستن به جز عبدالناصر همتی و عباس عراقچی شخص دیگه‌ای نبودن که هر دو نفرشون به نظر میرسه که برای وزارتخونه ها منتصب شدن، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد. حالا اینکه عبدالناصر همتی میتونه تایید بشه توسط مجلس شورای اسلامی یا نه جای سوال هست و احتمالش خیلی کم میاد. در روزهای گذشته هم لیست‌ها و اسامی مختلفی منتشر شدن و الان که داریم می‌بینیم و لیست رو داریم مشاهده می‌کنیم می‌بینیم که چقدر سر تا پا با چیزایی که در فضای مجازی بیرون اومده بود فرق می‌کنه و هیچ کدوم از اون لیست‌ها مورد تایید نبودن و حتی نزدیک به این لیست هم نبودن. فقط اسم عباس عراقچی توی همه این لیست ها مشترک بود، شخصی که در نهایت هم طبق گمانه‌زنی ها در کابینه دکتر پزشکیان حضور پیدا کرد.